سرخط خبرها. خبر فوق‌العاده خوش وزیر دفاع برای ملت در روز سه‌شنبه. واکنش سئول و واشنگتن به سفر احتمالی رهبر کره شمالی به روسیه. و حمله ناکام به مسکو، روسیه پهپادهای مهاجم نابود شدند. به این مسته خبری از پیک خوش آمدید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی این وزارتخانه برای برقراری و توسعه مناسبات دفاعی و راهبردی با همه کشورهای مستقل و همسو به ویژه همسایگان منطقه‌ای و کشورهای مسلمان خبر داد و اعلام کرد همه تحریم‌های ظالمانه تسلیحاتی کشور مهر ماه آینده پایان می‌یابد. به گزارش روز سه‌شنبه اینا، امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی در یادداشتی که در روزنامه عربی الوفاق منتشر شده نوشت، روز صنعت دفاعی تجلی امید و تبلور اقتدار دفاعی بر اساس راهنمای دفاعی مبتنی بر هوشمندی، پویایی، خودباوری و خوداکتفایی در تولید قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران به سطحی از بلوغ و شکوفایی رسیده که می‌تواند به محل پیوند و نقطه اتصال مناسبات دفاعی فنی و فناورانه با کشورهای مستقل و همسو قرار گیرد. در مورد اهمیت صنایع دفاعی و جایگاه آن در سیاست‌های دفاعی صلح دوستانه جمهوری اسلامی ایران نکاتی قابل طرح است. یکی از مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های وزارت دفاع در جمهوری اسلامی ایران تولید قدرت و امنیت از طریق توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنایع دفاعی با تمرکز بر طراحی تولید نیازمندی‌های تسلیحاتی کشور است. به عبارت دیگر، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران یک سازمان اقتدار آفرین در عرصه ملی است که تلاش می‌کند از مسیر قابلیت‌سازی و نوآوری‌های نظامی و دفاعی برای کشور مزیت راهبردی خلق کند. نکته مهم دیگری که در خصوص صنایع دفاعی باید به آن اشاره کرد، پویایی در اونزایی اتکای داخلی و همچنین استقلال در صنعت دفاعی است. چنین ویژگی این امکان را به صنعت دفاعی می‌دهد که کمترین آسیب را از تکانه‌ها، تحریم‌ها و فشارهای بیرونی دریافت نماید. همچنین اتکایی با عدم وابستگی خارجی در صنعت دفاعی فرصت مناسبی را برای همکاری‌های دو و چند جانبه بین‌المللی به ویژه انتقال فناوری با کشورهای همکار و دوست فراهم خواهد آورد. بر این اساس وزارت دفاع طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح در حوزه‌های هوایی، دریایی، زمینی، انواع موشک‌های بالستیک و کروز، انواع پهپادها، شناورهای سطحی و زیرسطحی، تجهیزات سایبری، پدافندی، جنگ الکترونیک و هوشمندسازی مهمات و سلاح و همچنین توجه به هوش مصنوعی و نیز حوزه‌های شناختی و زیستی را با تکیه بر دانش و فناوری‌های بومی بر عهده دارد. به موازات مزیت‌ها و ویژگی‌های مذکور، راهبری و هدایت‌های فرماندهی معظم کل قوا آیت الله خامنه‌ای نقش مهمی در جهت‌دهی صنعت دفاعی و بکارگیری همزمان آن برای امنیت ملی و همچنین ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. مزیت‌های راهبردی ایجاد شده از چنان اهمیتی برخوردارند که در طول چند دهه گذشته ضمن ارتقای قدرت بازدارندگی مؤثر دفاعی منجر به ایجاد وزنه تعادل، ثبات و امنیت در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی گردیده است. امروز تسلیحات و تجهیزات صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران اثر بخشی و تعیین کنندگی خود را در صحنه‌های نبرد و به ویژه مبارزه با تروریسم به اثبات رسانده و بسیاری از کشورها با دیدن این واقعیت به دنبال توسعه همکاری دفاعی با جمهوری اسلامی ایران هستند. پیام همیشگی سیاست بنیادین دفاعی جمهوری اسلامی ایران پیام صلح، دوستی، ثبات و امنیت برای همه کشورهای همسایه منطقه و جهان است. به همین دلیل امروز ما به طور جدی به دنبال توسعه دیپلماسی دفاعی دو و چند جانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم. در این رابطه یادآوری می‌گردد که در مهر ماه آینده نیز همه تحریم‌های ظالمانه تسلیحاتی کشور پایان می‌یابد. لذا جهان بار دیگر بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عمل به تعهدات جمهوری اسلامی ایران سهه خواهد گذاشت. به دنبال انتشار خبری از سوی رسانه‌های آمریکایی مبنی بر احتمال سفر رهبر کره شمالی به روسیه برای ملاقات با رئیس جمهوری این کشور، مقامات و دیپلمات‌های کره جنوبی و آمریکا به این خبر واکنش نشان دادند. به گزارش روز سه‌شنبه از خبرگزاری یونهاب، فیلیپ گولدبرگ سفیر آمریکا در سئول امروز سه‌شنبه در بیانیه گفت کره شمالی و روسیه به نظر می‌رسد به دلیل انزوا از جوامع بین‌المللی و تحریم‌های جهانی به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی خود هستند. به افزود با سفر و گفتگوهای
نظامی وزیر دفاع روسیه با کیم جون اون رهبر کره شمالی مشاهده میکنیم که این شرایط منحصر این دو کشور است. کره شمالی و روسیه منزوی هستند و به دلیل تحریم ها و اقدامات خود به هیچ تشکیلاتی در دنیا دسترسی ندارند. به نظر من ایجاد روابط سه جانبه روسیه و کره شمالی با چین را باید از این منظر دید. به عقیده من چین صرف نظر از دوستی بی حد و مرز با روسیه که اکنون با جنگ اوکراین محدودتر شده است، منافع خاص خود را در نظر دارد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک مقام وزارت اتحاد این کشور نوشت کره شمالی باید بدون آسیب رساندن به صلح و قواعد بین المللی به دنبال همکاری با کشورهای دیگر باشد. هر گونه همکاری پیونگیانگ با کشورهای همسایه خود نباید به نظم و صلح در جهان آسیبی وارد کند. این مقام کره‌ای گفته است که دولت سئول نیز به همراه جوامع بین المللی روابط کره شمالی با سایر کشورها را از نزدیک بررسی می‌کند و یادآوری می‌کند که همه کشورهای عضو سازمان ملل باید از قوانین شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کنند. کره شمالی روسیه را به روشنی حمایت کرده و روابط خود را با این کشور گسترش داده است. بنابراین احتمال همکاری تسلیحاتی این دو کشور رو به افزایش است. پیش از این و با اتمام دوران همه‌گیری کرونا، کره شمالی وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو و هیئتی از نمایندگان نظامی این کشور را به مراسم 72 سالگرد آتش‌بس موقت جنگ کره در پیونگیانگ دعوت کرده بود. کیم جون اون در این سفر نمایشگاهی نظامی را به شویگو نشان داد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که کیم جون اون رهبر کره شمالی با هدف کمک تسلیحاتی و ابراز نگرانی درباره افزایش همکاری‌های آمریکا و کره جنوبی و ژاپن به روسیه می‌رود. شهردار موسکو از نابودی پهپادهای مهاجم و حمله ناکام آنها به پایتخت روسیه خبر داد و اعلام کرد در این حمله کسی صدمه ندیده اما به یک ساختمان مسکونی خسارت وارد شده است. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی سوبیانین شهردار موسکو و وزارت دفاع روسیه در اظهار نظرها و بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که به سمت موسکو در حرکت بودند در آسمان پایتخت از بین بردند. سوبیانین در پیامی در صفحه تلگرام خود نوشت نیروهای پدافند هوایی بمب روز سه‌شنبه پهپادهای تهاجمی را که موسکو را هدف گرفته بود سرنگون کردند. آنها در هوا بر فراز منطقه گالگا، منطقه ایسترا در موسکو نابود شدند. شهردار پایتخت روسیه در ابتدا اعلام کرد که هیچ گزارشی درباره اینکه در این حمله پهپادی به کسی آسیبی وارد شده یا فرد یا افرادی زخمی شده باشند منتشر نشده است. شهردار موسکو ساعتی بعد از انتشار این پیام تلگرامی خبر داد که در نتیجه سقوط لاشه پهپاد در منطقه ایسترا واقع در غرب پایتخت به یک منزل مسکونی آسیب وارد شد. خبرگزاری تاس در یک گزارش دیگر خبر داد که در نتیجه حمله پهپادی امروز به موسکو حداقل 6 پرواز در فرودگاه‌های پایتخت لغو و 50 پرواز دیگر با تأخیر انجام شده است. روسیه در بحبوحه اقدام اوکراین برای پیشبرد عملیات ضد حمله‌ای که از اوایل تابستان آغاز کرده اعلام کرد که این عملیات در هیچ جبهه‌ای موفق نبوده است. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز گفت که نیروهای مسلح اوکراین در دستیابی به اهدافشان در تمام جبهه‌ها طی 3 ماه ضد حمله شکست خوردند. شویگو اضافه کرد که نیروهای اوکراینی از زمان شروع عملیات ضد حمله بیش از 66000 نفر و 7600 سلاح را از دست دادند. وزیر دفاع روسیه معتقد است که شبه نظامیان اوکراین به تاسیسات غیر نظامی حمله می‌کنند و برای مخفی کردن شکست ضد حمله آن را به عنوان پیروزی‌های نظامی خود نشان می‌دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شب گذشته در یک کنفرانس خبری پس از گفتگو با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود توقف ضد حمله نیروهای اوکراینی را شکست داد است. وی تشریح کرد در مورد توقف ضد حمله نیروهای اوکراینی باید بگویم که این یک توقف نیست بلکه یک شکست است. رئیس جمهور پوتین خاطر نشان کرد ما خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و امیدوارم تحولات جنگ اوکراین به همین منوال ادامه یابد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.